گل سرخی که در مقابل دانشگاه پرپر شد. به یاد نوجوان شهید قیام ابوالفضل آدینه‌زاده. عصر روز شنبه 16 مهر که مشهد در همگامی با قیام سراسری به پا خواسته بود، بار دیگر مشهد شهیدان شد. جلوی دانشگاه فردوسی مزدوران خامنه‌ای ابوالفضل آدینه‌زاده این نوگل مشهدی را با قساوت تمام به گلوله بستند. وحوش حکومتی با شوکر برقی بر گردن ابوالفضل نوجوان زدند و او در حالی که گردنش را گرفته بود از پهلوی چپ بر زمین افتاد. آنگاه قاتلان با بیرحمی 24 گلوله ساچمه‌ای بر پهلوی راستش شلیک کردند. این نوجوان رشید قامتش غرق در خون شد و چند ساعت بعد به جرم فریاد برای آزادی در خاک مشهد مقدس به خون نشست. او که آرزویش بزرگ شدن و رفتن به دانشگاه بود، حالا خون پاکش سنگ فرش خیابان جلوی دانشگاه را رنگین کرد تا شاهدی باشد بر ظلم ظالم. خواهرش با شنیدن صحنه شهادت برادر قهرمانش نوشت: داداش چطور دلش اومد بعد اینکه بهت شوکر زد بهت شلیک کنه؟ داداش داشتی بهش نگاه میکردی؟ دیدی اسلحش رو سمتت گرفته؟ حتی اگه به ما نگن کی تو رو کشته، من میدونم انتقامت گرفته میشه. ابوالفضل تک پسر خانواده و پسری شاد، امیدوار، خانواده دوست و میهن پرست بود. مهربانی و دلسوز بودنش زبانزد کل فامیلش بود. هر روز بعد از مدرسه بلافاصله به محل کارش میرفت. به صورت تخصصی تعمیرات موبایل انجام میداد و از 14 سالگی تلاشش بر این بود که مستقل و باعث افتخار پدر و مادرش باشد. در لعامت خامنه‌ای و مزدورانش همان بس که نه تنها این نوجوان مبارز را با شلیک 24 گلوله کشتند، بلکه حتی اجازه ندادند تا پیکر زخمی او را در مشهد به خاک بسپارند. خانواده‌اش پیکر خونین و پاره پاره عزیزشان را در آرامستان نجف آباد فاروج در خراسان شمالی به خاک سپردند. یاد این گل سرخ آزادی ایران در رزم نوجوانان و جوانان برای آزادی گرامی باد. Hayır, hayır, şarkı.